21.5 کیلو. چمه دونم از این پله ها آوردمش بالا. خانم که ازدواج کردین قدر شوهرتون رو بدونین. اینجور وقت و مردا خیلی به درد میخورن، خیلی کمک بزرگم و زمانی که آشغالا رو ببرن. حالا مردا که این ویدیو رو ببینن میتونی کنم عاشق در خونم نمیم. من انقدر این در قدیمی و رنگی رنگی دوستانه. بریم ببینیم خونه تمیزه یا بکنم تمیزه دوبیلو به چرخونم. آها اینو بهتون بگم، اینو بابا برام خریده، خیلی جاسوسیه، باحالیه. چراغش رو دیدین؟ مثلا وقتی تو کیفتونه دیدین دانم شب تاریک نمیبینه یا تو ماشین دنبال سویچش دنبال کلیدش میگرده، کیفتون رو تکون میدین این چراغ میزنه، در نتیجه پیدا میشه. بابا اون چیز بالا برمیگیره. این شما و این خونه تمیز ما. من رسالا خونه ها بهتون نشون ندادم، من تنها زلینگ کنم. داداشم خیلی وقتا میاد پیشم، خواهرم میاد، مامانم با اون خانواده‌ام، یعنی میام بابای بیشتر میام. نه واقعا تمیز، قبلش هم درو باز نکرده بودم چک کنم. پیانوی عزیزم خود دیوونم خودتونی. بذار من وای نه نگفتم، بذار کوله پشتم ببین. یعنی اینقدر سرشونه هام درد میکنه هنوز به خاطر اون سوختگیه، بعد این کوله رو تحمل کردم مردم. الان یه دفعه یادم افتاد که داره میسوزه. خب بذار بهتون همین الان وقت خوبیه نشون بدم این تابلو رو برای تولدم سال 96 غزال برام آورد دوستم، خودش سال 91 نکشته بود، بعد قاب کرد، من خیلی دوستش دارم. یه تابلوی آبرنگ خیلی خوشگله. این با یکم مبلام سته، اینم خیلی دوستش دارم. بعد اینو مثلا میخوام خونه بفروشم. این سرویس بهداشتی مهمانه، سرویس ایرانیه. کیفم باید زده و فونی کنم، اصلا بشورمش احتمالا بذارمش. همچنان وسایلم، این قسمت به هم ریخته وسایل منه، قبل از اینکه برم جمعش نکردم. هم دستام بشورم و اینجا هم بهتون نشون بدم. وای خیلی مال من نیست، خیلی بده، خیلی اونم نکشید. اینجا رو از سنتی درست کردم، الان یه ذره به هم ریخته، ولی خب بهتون نشون میدم. عاشق گلام هم، متاسفانه موقعی که قرنطینه بودم توی کیش گلام خیلی خراب شدن. این سماور زغالیه رو از اصفهان خریدم، اینا رو از اصفهان گرفتم، اینجوری دیزاین دادم، از خودم طرح دادم، بالا زدم. اینو دوستم از شمال برام آورده بود، اینا هم زدم که خونه دید نداشته باشه. خیلی این بالشتا رو دوست دارم و این کرسی واقعیه بچه ها، میتونیم یعنی زمستون ها ما میشستیم زیرش گرم میشدیم، اینجا حرف میزدیم. میتونیم تو خونهتون اگه یه جایی هست کرسی بذارید، به یاد قدیم اگه یه جایی فضایی خالی دارید. من پاسیو رو تبدیل کرد، ببینیم پاسیو. خب آشپز خونه اینا هم احتمالا تمیزه، ظرف هم شسته، دستت درد نکنه تا دوش. من ظرف شستم متنفر، یعنی با این که ماشین ظرف شویی دارم واقعا ظرف شستن اذیتم میکنه. کلکسیون چراغامه، چراغ مخفی خیلی دوستشن. این وسطی های رهی به امکار رو بده اینو، بقیهش هم از جای مختلف گرفتم از اسمان، دوتاش مال بابا بزرگمه. خب این ور خونه چی داریم؟ پازلم رو داریم که من خیلی خیلی دوستش دارم. این پازل 5000 تیکه است و نقشه آنتیک جهانه. میخواستم لامپ روشن کنم، یافته همجوری نور تقریبا خوبه. این تابو که لمکو برام فرستاده خیلی راضیم. اوه میبینم که هنوز شوفاش چکه میکنه. این باکس ها رو عاشقشونم، چون داخلش میشه وسیله گذاشت براش نشست. یعنی اگه مثلا من کلی وسیله اضافی داری اینجوری پوششش بدی. دیگه اینا که محصولات خودمونه، حتما دیدی این سطلاش خواهد روکش تلا هست، 3 سال من داره، مثلا رنگش تغییر نکرده، قابل شستشوه. این ساعت برای فروشگاهمون هم یعنی داریم. اینو استانبول خریدم این بار که رفته بودم، خیلی باحاله. خیلی ترکا به چشم و نظر اعتقاد دارن، خیلی هم استفاده میکنن تو طرح بشقاب و وسایلشون. باز اینا هم محصول فروشگاه خودمونه. اینجا هم تیوی روممونه. اینجا هم حاله. وقتی که بچه‌ها من خواستم مبلا رو سفارش بدم هیچ وقت یادم نمیره، فکر کنم 4 سال پیش بود،
آقای گفتش که من هر کدومو یه رنگ نمیزنم. گفتم یعنی چرا منم سفارش میدم؟ گفت نه، بعد شما میبینی زشت شده پشیمون میشه. گفتم من تصفیه میکنم که هیچ پشیمونی نباشه، شما مبلای منو رنگ و رنگ بزن، من دوست دارم. بعد رفتم این پارچه ها رو خریدم از پارچه مبل فروشی، دادم برام پرده کردم. و باحالیش اینه که اون آقایی که پرده میخواست بدوزه گفت این خیلی زخیمه، جلو نور رو میگیره، دیدم خیلی زشت میشه، اصلا ایستادش قشنگ نیست. هر کی میاد میگه پرده رو کجا خریدی؟ چرا؟ چون این پرده ها ست شد از همون پارچه مبلی، دادم روی صندلیام کشیدم. بعد رانرش هم درست کردم که اصلا دورش هم ندوختم، همون رانرش در واقع از خود پارچه اضافه اومده بود. اینا رو نمیزد آقای برام، باورتون میشه مبل فروشی این صندلی ها رو برام رنگی رنگی نمیزد. من از تو کاتالوگ سبز میخوام کنم، زرد میخوام کنم، مثلا سرمه ای میگفت نمیزم. بعد خودش اعتراف کرد که خیلی قشنگ شده، عکسش رو گذاشت تو پیجش. اوه اونجا رو نبینید. اون اتاق حکم انباری رو داره، بس که وسیله ریختم توش. گل قشنگم که 7-8 سال با منه، ولی نمیدونم چرا انقدر که گلای ساناز رشد میکنه گلای من رشد نمیکنه. باید بیشتر باش حرف بزنم، آبش بدم، بگم که رشد کن. البته از این من دارم نیست زمین. آقا این هم بین خودمون باشه، این که زیر دامنه، یکی از دامنه خودم رو پیچیدم دور میز که رو میزی نگیرم اصلا خوشگل بشه. بعد از اینکه 2 ساعت پرواز بودم برم دیگه دست و بالم بشورم. این دوربینم خیلی دوستش دارم، آنتیکه، و دیگه سر شمارم درد نیارم. اینم درد سریه که من ازش متنفرم و هر وقت میرسم مثلا قبل این قضیه کرونا اینا باید میبینین چقدر کثیفه، باید چرخه رو تمیز کنم، میخوام مثلا بشورمش بهتر بشه. خب یه دوش سری گرفتم، این گرما زده یه رفت. واقعا یکی از کارهای لذت بخش که آدم تازه میفهمه که چقدر خوبه، بعد میگه خدای شکر. به نظر من دوش گرفتن، شنا کردن، کل هر چیزی که به آب ربط داشته باشه، استخر رفتن، دریا رفتن خیلی خوبه. حالا چرا دوش سری گرفتم؟ به خاطر اینکه غذا سفارش دادم، همینطور که توی راه بودم از اسنپ فود غذا سفارش دادم تو تاکسی که بودم، بعد گفتم که وقت پشت در نموده. بعد داشتم فکر میکنم که اینو براتون تعریف بکنم که خیلی از من میپرسن تو دایرکت کامنت، دوستان اصلا تو چطوری به این همه کار میرسی؟ مثلا در طول یه روز این همه کار انجام میدی؟ یکیش همینه. ببین شما وقتتون رو نباید هدر بدین، باید برنامه‌ریزی داشته باشین. همیشه این پیشنهاد منه، مثلا در طول مسیر هستین با تاکسی غذاتون رو سفارش بدین، مثلا در طول پرواز که من 1 ساعت و 45 دقیقه بودم چیکار کردم؟ زبان خوندم، یه دونه درس کامل تونستم تمریناشم حل کردم، ویدیو ادیت زدم برای پیج منم میام، یه تعدادم فیلم و عکس پاک کردم چون که حجم گوشیم پر شده بود. همین. خب این به جای اینکه مثلا بیام توی خونه این کار انجام بدم، در طول پرواز کار انجام بدم. پس الان انگار 1 ساعت و 45 دقیقه سیف کردم که میتونم به کار دیگه برسم. و اینکه بهتر بود غذا سفارش نمیدم. البته غذا، خب دوباره میرسیم به یکی از سوالایی که بچه‌ها گفته بودن، گیاه خوری آخه چی میتونی بخوری؟ وگن ها واقعا سختشون نیست، از بیرون چی سفارش میدی؟ نه سخت نیست. الان مثلا من از اسنپ فود جاتون خالی چی سفارش دادم؟ آه، باقال قاتق سفارش دادم که خیلی خیلی دوستش دارم، میرزا قاسمی سفارش دادم. ببین کلی غذا هست که گوشت توش نیست، با برنج کته. البته که سفارش نمیدادم قبلش، از بابک میپرسم یا میومدم میدیدم، چون الان دیدم که بابک عدسی درست کرده با کینووا. حالا کینووا چیه؟ چون میدونستم میپرسین از قبل آماده کردم بهتون نشون بدم. اینه، کینووا خاویار گیاهیه در واقع. اصلش اون اولا چند سال پیش که من میگرفتم چی شد اصلا رفتم دنبالش، چطوری باش آشنا شدم، منابع پروتئین رو داشتم تحقیق میکردم که توی چه موادی خیلی پروتئین هست. اون موقع خیلی تو حجم بودم و باشگاه میرفتم و اینا. یکیشون نشون بود که کینووا، بعد نشون بود کینووا یه دانه گیاه در واقع پروتئینیه که توی کانادا رشد میکنه. بعد فهمیدم که ایران هم تونسته که کشت بکنه، که خب ایرانیش خیلی قیمتش مناسب تر بود، من ایرانیش گرفتم. این شکلیه بچه ها دونه هاش،
بعد برای چی استفاده میشه؟ توی سوپ، سالاد، کوکو، کتلت، به ماست میتونین اضافه بکنین. و چون که گیاه‌خوارا پروتئین رو از گوشت نمیگیرن، در واقع گوشت جزء برنامه غذایشون نیست، بهتره که از مثلا همچین چیزایی استفاده بکنن. حتما حتی اگه گیاه‌خوارم نیستی، من کینوا رو واقعا بهتون پیشنهاد میکنم استفاده بکنی. بعد بدون گلوتن هم هست. گلوتن فکر کنم همون مواد نگهدارنده منظورشونه. حالا یه چیز دیگه، اینجوری هم نیست که ما اصلا گوشت نخوریم، در واقع گوشت نمیخوریم، اما این گوشتی تیکه رو ببینید چقدر باحاله. اینا سویا، پروتئین بافت‌دار دونه درشته که میتونید باهاش خورش درست بکنید. شکل همون گوشت هم میشه دقیقا وقتی که بپزی. حتی کباب میتونید کبابش کنید. من تا حالا تست نکردم البته، ولی توی غذا که بریزین خیلی هم خوشمزه است، واقعا هم مفیده. بعد نگاه کنید اینجا رو، الان قند و چربی و نمکش ببین چقدر کمه و سالمه، انرژیش هم اوکیه. یعنی در واقع بدون اینکه چاق بشید دارید یه مواد غذایی سالم مصرف میکنین. خیلی ما ایرانی ها گوشت مصرف میکنیم، قبول دارین؟ خیلی توی خورش غذا، بعد اکثر غذامون گوشتیه، کبابیه. از رستوران ها میتونید بفهمین دیگه. مثلا من منوی رستوران ها که زیر رو میکنم هم همش یا جوجه است یا کبابه یا نمیدونم شیشلیکه. به به به، جای شما خالی. با یکی دو دقیقه تاخیر غذا رسید. خیلی باحال، من بهش فکر نکردم جعفری بذارم برای تعریف. ترشی و زیتون گویا روی غذا بوده، چون من سفارش نداده بودم. نه ماس و خیار با دلال سبزی شمالی، حتی بعضی میگن دلار، من نمیدونم کدوم درستم، با قالی پلو. خودم دهنم رو افتاده. و میرزا قاسمی که عاشقشم، بخصوص تخم مرغی که آخر روش میشکنن، هیچ کی به اندازه مامانم میرزا قاسمیش خوشمزه نیست. و اینکه نگید چقدر غذا سفارش دادی، به خاطر اینکه هزینه پیک زیاد بود و من ترجیح دادم که شامم الان سفارش بدم. این هم یکی از خصلتای اصفهانی هست. خلاصه اینکه بفرمایید. اوه اوه، با قلقاتم که عشقمه رو معرفی نکردم.